مسائل انسانی را در برخورد با آنها در نظر داشت و بیماران آنها را درمان کرد. شیخ احمد القانم رئیس شورای عشایر عرب جنوب عراق گفت ما در کنار ساکنان اشرف نیستیم و از آنها دفاع میکنیم و اجازه آسیب رساندن به آنها را نمیدهیم، چرا که آنها میهمانان مردم عراق هستند. وی که با خبرگزاری اخبار عراق مصاحبه میکرد گفت گزارش ویکی‌لیکس در مورد اسناد جنایات در عراق اثبات کننده نقش مالکی و رژیم ایران در این جنایات است. ما از این جنایات مطلع بودیم و آنچه که ویکی‌لیکس منتشر کرده است بخشی از جنایاتی است که در عراق به وقوع پیوسته و بخشی از نقش مالکی و رژیم ایران و جوخه های مرگ و شبه نظامیان فرقه گرا و آنچه که نیروهای اشغالگر مرتکب شدند می باشد. رئیس شورای عشایر عرب جنوب عراق افزود ساکنان اشرف از شاهدان عملکرد و نقض قوانین از سوی مالکی و ارگانهای وابسته به او هستند که آخوندهای تهران از آن سود می برند. ساکنان اشرف میهمانان مردم عراقند ولی اقدامات مالکی علیه آنها بیانگر وابستگی مالکی به آخوندها. به خبرهایی از انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی توجه کنید. یک عضو ارشد سنای آمریکا گفت توانایی جنگی و نظامی رژیم ایران باید از بین برده شود و سپاه پاسداران قاطعانه هدف قرار بگیرد. سناتور لیندزی گراهام عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در سخنانی در یک کمیته امنیتی تأکید کرد فقط متوقف کردن برنامه هسته‌ای رژیم ایران کافی نیست، بلکه باید تلاش کرد که توانایی نظامی رژیم ایران نیز از کار بیفتد. به گفت سپاه پاسداران باید قاطعانه هدف قرار گیرد. به عبارت دیگر هدف خونسا کردن این رژیم است. سناتور گراهام تاکید کرد بازدارندگی دیگر روی میز نیست. اگر رژیم ایران باور دارد که ما به آنها حمله نظامی نمی کنیم و فکر می کنند این یک گزینه نیست، به این ترتیب توانایی ما برای برگرداندن اوضاع به وسیله تحریم ها بسیار محدود می باشد. به افزود اوباما باید جسورتر باشد و باید تولیدات فرآورده های نفتی تصفیه شده رژیم ایران را که به گفت